سلام رفقای گل، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. سرقریشی گفت شاکی خصوصی تتلو خودم هستم و شخصا به ایران میام تا این پرونده رو جلو ببرم. جزئیات این خبر رو تو ادامه ویدیو بهتون توضیح دادیم، پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. بریم سراغ ویدیو. سرقریشی در ویدیوی جدیدش گفت زمانی که من در خانه تتلو بودم هیچ کدوم از کسایی که اونجا بودن به من کمک نکردند. وکیلایی که تو ترکیه گرفته بودم گفتند آقای تتلو بابت هر کدوم از کارهایی که با دخترها انجام داده 4 سال زندان داره. سر ادامه داد این آقای تتلو از این ماجرا باخبر بود، چون دور و برش پر از وکیله بهش گفتند اینجا نمون، لااقل برو جایی که زبون تو میفهمن. همچنین تعداد دخترایی که بهشون آسیب رسونده رو شما نمیدونید، پرونده های پزشکی و غیره رو. وکیلا همه اینا رو بررسی کردن و اینا به صورت یک فیلمنامه برایش مدرک جرم بود. اگر تتلو این روند را ادامه میداد و به ایران باز نمیگشت، اتفاقای بدتری براش میافتاد. بسیاری از کسایی که همراه من تو اون خونه بودن گفتن چرا درباره اتفاقای اخیر درباره ما چیزی نگفتی؟ ما هم تو اون خونه بودیم. سر در جواب گفت من بسیاری از اتفاقات رو سانسور کردم. مجبورم نکنید بازشون کنم، که اگه بازشون کنم همتون تو این موضوع هم میخورین و غرق میشین. این آقای شاعر با داستان سازی علکی هدفش این بود که آبروی منو ببره. من هم سکوت کردم چون آبروشو نبرم. دلیل سکوت من فقط همین بود. سرقریشی گفت من 5 سال صحبت نکردم. یه مشت گاو و گوسفند زیر تمام پستای من به هم بد و بیرا میگفتند. چرا الان چیزی نمیایین بگین؟ چون خودتون طبق اتفاقای اخیر فهمیدین همه ی حرفای من راست بوده. وقتی من میگفتم تتومو تو شرایط غیر انسانی زدم، این جریان مثل بوم تو ترکیه منفجر شد. ادهی نیم ساعت تا 1 ساعت هی به من بد و بیرا میگفتند. من گوشه کفن همه تون هستم و از هیچ کدومتون نمیگذرم. همچنین سر ادامه داد من بدبختی رو تو چهره تتلو میدیدم. اگر نمیخواستم اذیتش کنم تو این 1 سال به خاطر همین بوده و تو این مدت این آدم بی احترامیشو ادامه داد و حرفای زشت به من میزد. من هم دیگر نمیتوانستم سکوت کنم. تو اون خونه 6 ماه کتک خوردم چون به این آدم سجده نکردم. ایمان من جوری نیست که امثال اینا بخوان تغییرش بدن. وقتی من این اتفاقات رو گفتم این آقا سکوت کرد. به نظرتون چرا سکوت کرد؟ چون میدونست این اتفاقا قطعا درسته. آهنگ میساخت یه دونه گوریل آورده بود، آهنگ میساخت براش. از اون ور دزدی میکردن، فکر نکنن ما نمیدونیم. اگه حرف اضافه بزنن بتمتشون رو میریزم زمین با ویدیو و عکس و مسیج و وایس. و آدمای تو اون خونه بدونن که کی دست کجه و کی چه کار کرده و نکرده. حواستون رو جمع کنید. شماهایی که درباره این آقا به من بد میگین، شما باعث شدین کارش به اینجا بکشه. بحث بین دوتا آدم بزرگه. شما چی میخواین؟ چی کاره این؟ خجالت بکشین. من از طرفدارای واقعیش میخوام نذارن این بچه ها دخالت کنن. تتلو خودش پروندهشو با 4 تا مشاور بررسی کرد. وقتی دید اوضاع خرابه اومد ایران. منم خودم دارم به زودی میام ایران تا پرونده خودم و چند تا از دخترها رو ببرم جلو. تمام اتفاقایی که برای من افتاده برای چند تا از دخترهای دیگه هم پیش اومده. البته چند سال پیش. هم عکس دارن هم فیل. حتی یکیشون از طریق دوستان پیام داد خانم قریشی این عکس ها فیلم ها و وایس ها لطفاً اقدام کنید، من پول ندارم. از اینجا اعلام میکنم دخترایی که میگن وکیل پول میخواد، من میخوام حق خودم و دخترایی که به چش دیدم اینقدر اذیت شدن رو بگیرم. من از طریق قانون وارد میشم. اگه گفتن مریضه و باید درمان بشه، اوکی ما میبخشیم. این آدم میومد منو میزد و میگفت دستور گرفتم تو رو بزنم. من هدفم فقط اطلاع رسانی بود و بگم دخترها از این به بعد تو خونه این آدم نرید. شاید خداوند میخواسته من برم تو این مسیر و صدای بلنده تمام این دخترایی باشم که بهشون ظلم شده. اگه شما این اتفاقات رو باور نمی کنید، عقل ندارید. عشق هم می کنید که عقل ندارید. فضای هنر و حرفه این آدم قابل ستایشه، ولی جرم مرتکب شده. همچنان اطرافیان تتلو هر روز به پیام میدن و زنگ میزنن که برو شکایت تو پس بگیر. این آدم الان تو ایرانه و همه هم میدونن چی سرش میاد. این آدم جرم مرتکب شده. همچنین هر روز که تو ترکیه دلار رشوه میداد، رفته ایران به جاش ریال خرج میکنه. دایی‌هاش که معتادن و تو تیمارستان زندگی میکنن.
اینجا معلومه که این مریضی ژنتیکی از سمت مادرشونه. مادرش هر روز به هم زنگ میزد، میگفت تو رو خدا امیر رو تحمل کن و هیچی نگو. بعد یه ورق عوض کرد و شروع کرد به بد و بیرا گفتن به من. شما فکر کنم کلن جن زده اید یا مشکل روانی دارید. سر گفت من وقتی از اون خونه اومدم بیرون یک سال تحت درمان بودم، به اون یکی دختر تو خونه شوک برقی زده بودن. اینا شوخی نیست. تطلو من رو معتاد کرده بود، منی که چند سال بود ترک کرده بودم. منو به مورفین و داروها و پودرها و قرصایی که به من میداد معتاد کرده بود. من سنگ کلیه گرفته بودم، اون یکی دختره بدن درد گرفته بود و داشت میمرد. شاکی خصوصی ندارد، من دارم میام ایران و این پرونده رو خودم بررسی میکنم. میان میگین من این کارو میکنم که دیدشم؟ نه آقا، من اگه میخواستم دیدشم میتونستم رو سریمو بردارم و یه لباس خوشگل بپوشم بیام جلوی دوربین و اشوه برم. نه آقا، هدف من اصلا خودنمایی نیست. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه نظر یا پیشنهادی داشتین داخل کامنت ها به هم بگین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. شاد و سرحال باشید و خدا نگهدار.